سلام، خیلی خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال گپ اسپورت که ما توش فقط در مورد فوتبال صحبت میکنیم و امروز به مناسبت تمام شدن بازی‌های لیگ اروپایی و اینکه خب قهرمانش مشخص شدن، امروز من و سینا اومدیم تا ترکیب منتخب بهترین تیم فصل اروپا رو از نظر خودمون انتخاب کنیم. پس امرمون قبل از اینکه شروع کنیم، طبق روال هر ویدیو تکرار میکنیم که حتما ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید، ویدیومون رو لایک کنید، برامون کامنت بذارید و ازمون حمایت کنید. اینستاگراممون هم داشته باشید، فالو کنید. محتوایمون متفاوته، اونجا هم از ما حمایت کنید. دمتون گرم. خب اما بریم سراغ ترکیب مد نظرمون، از گلرها شروع کنیم. آره آره. گزینه من برای گلری یکی ادرسونه، یکی اوبلاک، یکی اندانوویچ. به نظر من اوبلاک اون نظر تو. من نظرم روی ادرسونه. اما دفاع وسط ها، خب نظرت کیه؟ خب گزینه واسه دفاع وسط از نظر من تیاگو سیلوا چلسیه، از سیتی استنزو روبندیات و از پاری سن ژرمن هم مارکینوس که رهبر خط دفاعشون. من رودیگر هم هستم نسبت تیاگو سیلوا چون کم بازی کردن این مصومیت زیادش، ولی انصافا اگه هوق بود خیلی خوب بازی کرد. نه من نظرم زیاد رو دیگه نیست. خب انتخابای تو چیه واسه دفاع وسط؟ من دفاع میلان کیایر. آره خب کیایر رو کی؟ تیاگو سیلوا نقیز این حرفا به ولی خب روبن دیاز. روبن دیاز آره. پس... من خیلی بازی سیتی این فصل ندیدم، ولی چند تا بازی تو لیگ قهرمانان رو که دیدم، مخصوصا با پی اس جی فوق‌العاده بازی کرد. خب برای منم واقعیتش عمل کرده خط دفاع سیتی جای بس نداشته واسه من، به خاطر منم استونز و روبن دیاز رو به عنوان دفاع وسط تیمم انتخاب میکنم. اما بریم سراغ پست دفاع راست، گزینه کی هستن؟ اشرف حکیمی فوق‌العاده بود، واقعا فوق‌العاده بود، چرام قهرمان شد. کوادرادو رو به نظرم میتونیم بگیم دفاع راست بازی کرد این فصل، خیلی خوب بازی کرد. آره. دنیل جیمز هم بازیکن جوان خوبی بود، تو چلسی هم واقعا این فصل. آره من خودم بازیش خیلی پسندیدم. حالا از انگلیس میرسیم، آرنولد هم بگیم، ولی واقعا این فصل لیورپولی همشون خراب کردن. آره. واسه پست دفاع راست انتخاب تو چیه؟ من اشرف حکیمی. منم اشرف حکیمی بدون هیچ بحث و صحبتی. دفاع راست رو گفتیم، بریم سراغ دفاع چپ. بله گزینه واسه دفاع چپ به نظر من یکی لوکشا از یونایتد که تازهش بیبلیل بود تو یونایتد خیلی خوب بود انصافا، آمارش نشون میده خیلی پاس گل داده بودیم. پس مندی از رئال میتونیم بگیم، آلفونسو دیویس از بایرن و ژو کانسلو رو من خیلی پسندیدم بازی این فصلش توی سیتی. کلا تو سیتی همه خوب بودن. آره ولی خب تو کانسلو خیلی خوب بود اصلا این فصل، من خیلی خوشحال شدم. سیتی به نظر من گزینه داره. چیلول هم میتونیم بگیم. چیلول هم میتونیم. اگه دوست داریم من... میتونیم. هنوز چلسی چی انتخاب نکردم. ولی به نظر من آلفونسو دیویس چون بازیشو خیلی دوست دارم. آلفونسو دیویس. ولی من نظرم زیاد تو آلفونسو دیویس نیست امسال. میگم کانسلر رو انتخاب کنم. من لوکشا رو میگم. لوکشا. چون خیلی اصلا این فصل پیشرفت کرد زیر نظر سولشر. اصلا آمارش گویه همین چیز بود. حالا میذارم براتون ببینید. من شاید دارم دستبانه نگاه میکنم از این، ولی خب نظر لارس راجع به لوکشا ندارم. منم نظرم روی لوکشا. اما بریم سراغ خط هافک و شروع کنیم از هافک دفاعی. من که نظرم کانته. راجع به سوال گزینام هیچ نظری ندارم، چیزی ندارم. کانته رو بذار واسم. کانته واسه تو. ولی گزینه‌ها خب میتونن کاسمیرو باشن یا زاکیمیش میتونه باشه. همینا دیگه، اینا خیلی چشم منو گرفتن پس. خب کانته یا مثلا گوندوغان. گوندوغان آخه میتونه خط جلوتر بازی کنه. آره استفاده میشه. آره. بیشتر جلو بازی میکنه. ولی بخوای تخصصی افکت دفاعی رو نگاه کنی، واقعا کانته این فاز از سایر گزینه‌ها یه سر کردن بهتره. آره. منم مثلا کانته. اصلا بحثی گزینه گفت. خب کانتر انتخاب کردیم واسه هافک دفاعی جفتمون. اما یه خط جلوتر هافک وسط ها، سیتی خب تو همه پست ها بازیکن داره و خط هافک فوق العاده ای داشت. حالا مثلا اینجا میتونیم از گوندوغان استفاده کنیم، از فودن استفاده کنیم، دی بروینه، حتی دی بروینه، میسون مونت. حالا خودم چلسی فنم واقعا قشنگ بازی کرد واسه لیگ قهرمانان. از اسپانیا میتونیم تونی کروس رو بگیم، پدری از بارسا که یه پیده بود این فصل و همچنین کوکه کاپیتان و رهبر تیم اتلتیکو که امسال قهرمان لالیگا شدن مثلا. ولی خب به نظر من گوندوغان و دی بروینه اصلا یه بس نداشتن مثلا. من دی بروینه و مونت دی بروینه مونت و ولی من نظرم روی گوندوغان و دی بروینه است. بریم خط حمله با وینگر راست شروع کنیم.
خب وینگ راست گزینه ها لیونل مسی، محمد صلاح، لروی سانه و ریاض محرز. خب من صلاحو که نیستم، چون واقعا لیورپول کلا امسال خاصی نهیم ازش. سلام و عوف کردم. مسی هم که همیشه همونه و واقعا امسال خیلی دلم سوخت واسه مسی، چون واقعا دیگه یه نفری داشت کار در می آورد. خب سانه هم نیستم، فکر کنم محرز انتخاب خوبیه، اما من نظرم رو مسیه. همه اینا که گفتیم خوب بودن، ولی خب مسی چیزی دیگه. مسی رونالدو نمیتونی چیز کنی. نظر من رو مسی. بریم سراغ پست مهاجم چپ. گزینه‌هامون نیمار، امباپه، سادیو مانه، سون هیومین و جیدون سانچو. نظرت چیه؟ لیگ ایتالیا واقعا فینگر چپ نداره. دیگه نداره. اسپانیا هم چقدر ستاره فیزی داشت. آره. واقعا مثلا رئال بارسات فینگر نمیدونم. من نظرم با امباپه است. امباپه؟ آره. من نظرم رو چیز نیماره. نه امباپه. من نیمار انتخاب میکنم برای این پست. خب اما واسه مهاجم نوک، خب لواندوفسکی که هیچی، کریم بنزما، هالند، حتی رونالدو، لوکاکو هم خیلی خوب بود. هری کین و گزینه زیاده واسه خط حمله. من چوپوموتینگ، ورنر، خیلی واسه گناهی ستارهای زیادی داشتیم. من نظرم با خود لواندوفسکیه. آره سایر مهاجم اصلا در حد لواندوفسکی نبودن و نیستند. حالا منم خیلی خوب بود استعداد فلان، ولی خب در حد لواندوفسکی نیست در حال حاضر. و خب نظر منم روی لواندوفسکی با احترام به تمامی دیگر گزینه‌ها، ولی خب 41 گل زده توی فصل کار اصلا هر بازیکنی نیست و به نشک لواندوفسکی که توی تیم منتخب من قرار میگیره. منم یه نکته اضافه کنم. اضافه کن. هیچ وقت فکر نمی‌کردم خودم مثلا یه ترکیب مثلا بهترین ترکیب چارلی این باشه، مثلا عدم حضور یه بازیکن از رئال یا بارسا ترکیب. مثلا بازیکن مثل ریاض محرز، اشرف حکیمی، روبن دیاز، اینا. از من خودم مثلا دیماریا رو فراموش کردم. دیماریا مثلا میتونست باشه. یه نکته که داره جفت ترکیبمون مثلا نمیشه، باید بگیم حتما لیل تو فرانسه قهرمان شد و واقعا کاری کمی نیست. ولی واقعا ما شون شناخت نداریم واسه هیچ کدومش. آره چون دیگه فرانسه رو دیگه دنبال نمی‌کنیم. و یه سری بازیکنان بودن بی‌نامونشون خیلی درخشیدن. نه کسی نبود. موضوع گلادباخ. چه شب گرفت. فرانکفورت بود. آندرس سیلوا بود. خب از بوندسلیگا دو تا گزینه داشتیم، لواندوفسکی حالا بود. آره درست. یه نکته دیگه هم هستش، مثلا من تکیم رونالدو و مسی نیستن. واقعا رونالدو خیلی بد بود امسال. آره. لیورپول فوق العاده چند فصل پیش این فصل نداشتیم. به هر حال لیگای معتبر اروپایی هم سال تمام شد با این شرایط. بیشتر سالی بود که تیمای که احتمال نمیدادیم قهرمان شدن. مثلا بجز سیتی، اینور اینتر بعد از 10 سال کنم. اتلتیکو مادرید یا لیل. چون که اصلا پیش بینی نمیشد. آره. فصل عجیبی بود در کل. خیلی ممنون که این ویدیو تا اینجا تماشا کردین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک بزنید، ما رو سابسکرایب کنید، دنات زنگوله رو هم بزنید تا از جدت میلیون باخبر بشین. فصل فوتبال رو پای تموم شد، میریم برای یورو. این منم اینستاگرامم رو داشته باشید، چون گفتم محتوامون فرق می‌کنه. باشه باشه زهر نداره. خیلی ممنون بازم که این ویدیو تا اینجا تماشا کردین و فعلا خدا نگهدار.